مسخره کردن گادپوری توسط گندم یا همون 021G و درگیریشون. برگزاری کنسرت پوری که گویا قراره به زودی توی دبی و ترکیه اتفاق بیفته. شکایت محمد رضا گلزار از شاهین صمدپور و همه افرادی که در موردش خبر منتشر میکردن. شما رو نیاوردم. اما که شما رفتی شکایت کردی، میگن حرفو بنداز بالا، صاحبش خودش میاد برش میاد. اومدن حکم جلب لیلا بلوکات و آزاده صمدی، دوتا از بازیگرای کشورمون که کشف حجاب کرده بودن. امیران آب بده یا نته؟ نه آب ما نتم برشان آبه؟ نه چرا؟ بیران سنگام نتم. سلام، به یکی دیگه از ویدیوهای کانال پارس فکت خوش اومدید. لطفا کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. خب همونطور که میدونید دیگه نوبت به کنسرت رپرای نسل چهاری رسیده و قراره که به زودی گادپوری هم کنسرتاشو شروع کنه. کمپانی بانک این روزا کنسرت خیلی از آرتیستای ایرانی رو برگزار میکنه و با پوری هم قرارداد بسته و به احتمال زیاد به زودی شاهد برگزاری کنسرتش توی دبی و ترکیه باشیم. و اما از اون طرف هم درست بعد از اینکه این خبر کنسرت پخش شد، گندم یه استوری گذاشت و نوشت این یارام اومد تو لیگ برتر. بله، همونطور که میدونید پوری توی دیسی که به دوکی داد بهش تیکه انداخته بود و گفته بود که تو توی یه لیگ دیگه و رقیب گندمی. و حالا گندم با این استوری خواست بگه که پوری سطحش پایین تر بوده و تازه الان داره میاد هم سطح خودش میشه. خلاصه با این تیکه‌ای که گندم بهش انداخت، احتمالاً از این به بعد پوری هم ول کنه ماجرا نیست و تیکه های ریز و درشت بهش میندازه و احتمالاً یه درگیری دیگه هست. و اما از اون طرف هم گلزار که چند وقت پیش یه ویدیو ازش پخش شده بود که کلی از هوادارش دنبالش راه افتاده بودن و بعد شاهین صمدپور که یه خبرنگار مستقله اومد و گفت که خبر داره که خیلی از سلبریتی ها از هنرجوها برای این کار استفاده میکنن تا برای خودشون احترام بخرن و حالا هم خبر رسیده که گلزار از ایشون شکایت کرده و کلن این چند روزه گلزار شکایت های زیادی هم از رسانه های مختلف کرده. آقای گلزار عزیز، متوجه شدم که شما رفتید از بنده به زادگاه شکایت کردید. من یه استوری گذاشتم، توش نوشتم که در جریانم که بعضی از سوپر استارها در یکی دو مورد در ویدیوهایی که ازشون پخش شده که جمعیتی به استقبالشون میاد، از هنرور یا به اصطلاح عامیش سیاه لشکر تو این جمعیت استفاده کردن. اما نکته اینه من که اسم شما رو نیاوردم. اما که شما رفتی شکایت کردی، میگن حرفو بنداز بالا، صاحبش خودش میاد برش میداره. آقا رضای عزیز، شما رسانه داری، شما تریبون دستته. آدمی که تریبون داره اگه جواب منطقی داشته باشه ارائه میکنه، نمیره شکایت بکنه. شکایت مال این سازمان ها ارگان هست، مال مسئولینه که تا ازشون انتقاد میکنی بدو بدو میرن از آدم شکایت میکنن. به نظرم کسی که رسانه داره اگر جواب قانع کننده داشته باشه جوابشو به مخاطبش ارائه میکنه. کسی که میره شکایت میکنه از ابزار فشار و دادگاه و اینا میخواد استفاده کنه برای بریدن صدای منتقد، احتمالاً جواب منطقی در آستینش نداشته. از اون طرف هم خبر رسیده که دوتا از بازیگرا حکم جلبشون صادر شده و رسانه ها نوشتن با حکم بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه برای آزاده صمدی و لیلا بلوکات قرار به دادرسی صادر شده. در پی کشف حجاب خانم آزاده صمدی در مراسم تشییع پیکر یکی از هنرمندان، پس از اخذ دفاعیات متهم و اظهارات وکیل ایشان به دلیل جریحه دار کردن اخلاق و عفت عمومی از طریق کشف حجاب، بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه برای متهم قرار جلب به دادرسی صادر کرد. و اما اگه یادتون باشه همین چند وقت پیش یه مصاحبه از میرسلیم منتشر شد که توی اون در مورد 206 صحبت کرد و در نهایت هم با آزاد شدن واردات خودرو مخالفت میکرد و حالا هم یه ویدیو از لحظه شکست خوردن میرسلیم منتشر شده و با این کار ماشینای گرون قیمت با افت شدید قیمت روبرو میشه. واردات خودرو کار کرده شد، انشالله تا دقایق دیگه مواد اینتر با قاطعیت تصدیق خواهد شد. سعی میکنم شفاف موارد رو، آن چیزی که لازم است رو خدمتتون ارائه بدم. رأی بالا 4-4 با رأی مثبت نوازش کنید جعفری رو. در آخر هم بریم جنجالی ترین ویدیوهایی که توی روزهای اخیر پر بازدید شدن رو ببینیم و برگردیم. بمیران آب بدم یا نته؟ نه آب ماست. آب نتیم برشان؟ نه هیچ حق ندارم. نظر ما منحصر کروان، حق به کسی داده نمیشه، حق گرفته میشه و ما یه حقی ماست و
ای عقبه ایران بالای ما کدام عقبه ندارن و در برابر عقبه کدام چیزی که با ما اگر پرداخت میکنن مشکل نیست. یعنی برشان باید مفت آب داده نشد؟ نتیم برشان آبه؟ نه. چرا؟ بیران سنگ هم نتیم. ایران چه با ما بدر نخورده. دیگه گفت کدام گفتن این ندارم خلاصه گفت. این همی گفت دیگه خلاصه شد. بیران که پامیدی کمی این قدر دلت پر قدر دینم بود. نه. شبه بخ قرارداد کنم رای ما مقابل آب ما چیز دیگه همه یعنی مفت داده نشد؟ نه خیر نه. ولی چندین سال که مفت آب داده شد دیگه بس شده؟ بله بس شده. در وقت ضرورت برادرم خوب اگر آب زیاد باشه ایران عقبه حق داره، اگر وقت به خود ما چیزی نشه سرچشمه از افغانستان است، این ملکت افغانستان از ایران هیچ حق نداره دیگه، چیزی به گفتن نداره. بخیر سلامت باشه. من مهندس آقای دکتر، شما از جیب این مردم رنج کشیده از مشکلات اقتصادی سکه هدیه گرفتید که متن برجام رو مو به مو مطالعه بکنید، نل به نل بررسی بکنید. بر اساس صوتی که خودتون منتشر شد معلوم شد که شما نه تنها به درستی متن برجام رو نخوندید، بلکه بعضا از زمائم هم بی خبر بودید. حالا در کل نظر شما در مورد این ویدیو و اتفاقات چیه؟ حتما نظرتون رو در قسمت کامنت بنویسید که تا جایی که بتونم همه رو میخونم و جواب میدم. پس تا ویدیوی بعدی، بدرود.